شاید این سوال تو ذهن خیلی از شماها باشه که آیا داشتن آکواریوم گیاهی نیاز به هزینه بالا، داشتن وسایل مجهز و وقت گذاشتن زیاد داره؟ جواب من به سوال شما نه هستش. اگه میخواید بدونین چرا، تو ادامه ویدیو با من همراه باشین. دوستان سلام، من حامد هستم از گالری حس. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین سالم و خوب و سر حال، مثبت و پر انرژی باشین. اگر کانال من رو سابسکرایب نکردین تا الان، لطفاً حتما سابسکرایب بکنین و اون زنگوله کنارش هم فشار بدین که اگر ویدیو جدید گذاشتم حتما مطلع بشین. خب امروز تصمیم گرفتم که این آکواریوم رو به همراه شما تمیزش بکنم، با دلیل اینکه یک چیزی هولوش فکر می‌کنم نزدیک 3 هفته است که من دست به این آکواریوم نذاشتم. حالا در ادامه ویدیو به شما نشون میدم که بعد از 3 هفته حتی تعویض نکردن آب هم شما میتونین که یک اکوسیستم سالم داشته باشین، به شرط اینی که بیس آکواریوم رو از پایه درست آورده باشین بالا و نکات اولیه‌ای که برای راه افتادن این چرخه سالم رعایت کرده باشین میتونین به یک موفقیت نسبی دست پیدا بکنین. لطفاً اگر ویدیوی شروع و راه اندازی این آکواریوم رو ندیدین، لطفاً روی این لینک بالا کلیک بکنین و اون رو اول ببینین و بعد دوباره برگردین این ویدیو رو ادامهش رو ببینین، به دلیل که بسیار مهم هستش که ببینین که من چجوری این آکواریوم رو شروع کردم، چه کارهایی انجام دادم و شاید برای خیلی از شما اون دقت و بیش از اندازه توضیح دادن من خسته کننده باشه، ولی همین موردها هستش که باعث میشه که شما تلفات ماهی خیلی کمی داشته باشین، توی آکواریومتون جربک‌ها به حداقل رسیده باشن که شما میتونین. الان من قبل از این آکواریوم تمیز بکنم به شما نشون میدم که سطح جربک‌ها توی آکواریوم در حد شاید کمتر از 2% باشه و سیستم هم خیلی به مینتیننس و نگهداری زیادی احتیاج نداره، به دلیل اینکه از پایه درست اومده بالا. با من در ادامه این ویدیو همراه باشین. سعی میکنم الان یه سری ویدیو از دیتیل ها قبل از تمیز کردن آکواریوم برای شما بگذارم و بعد به همراه همدیگه این آکواریوم رو تمیز بکنیم. با من همراه باشین. خب دوستان، از نمای نزدیک وقتی آکواریوم رو نگاه میکنیم متوجه میشین که گیاه‌ها دارن تکثیر میکنن. اون جوافرنی که میبینید در واقع گیاه‌های جدیدش رو نوک برگاش گذاشته. این برگی که شما اینجا میبینین از آنوبیاس برگ بسیار قدیمی هستش که من توی این مینتیننس، توی این تمیز کردن اینو میچینم. خدمت عرض بکنم که اینا جلبک نیست، اگه نگاه بکنید ماس ها هستن، خزاهایی هستن که دارن اینجا دوباره کلونی تشکیل میدن، قرار اینجا رشد بکنن، من جمعشون میکنم. سطح روی آب کریستالی هستش، میبینید که چقدر تمیزه، بدون هیچ سرفیس کیمری مشخص هستش که آب تمیزه بعد از حدود 21 روز. این قسمت تانک نگهداری بچه ها هستش، در واقع زایشگاه هستش. اون جلبک قهوه‌ای که میبینید اون کنار نشون دهنده باز سالمی سیستم هست و اینجا نگاه میکنید که پیگمی ها در حال کوریدورس های پیگمی در حال اصلا تکثیر هستن. اون قسمت توی اون قسمت پشت نگاه کنین، آمانو شریمه در حال در واقع تخریزی هستش و شادابی پشت آکواریوم رو میبینین، گیاهانی که کاملا سالم هستن بدون هیچ جلبک اضافی تو هم پیچیده شدن. و توی این قسمت هم از نمای نزدیک موزها رو ببینید که هیچ جلبک مویی بینشون نیست. حتی باز دوباره اینجا آمانو شریمپ مادر رو میتونین ببینین که داره تخمریزی میکنه. من خیلی سرعتی فقط سعی میکنم برای شما نشون بدم که چه وسایل استفاده میکنم برای تمیز کردن این آکواریوم. ساده ترین روش رو من طی سالیان سال، این روش برای من خوب جواب داد، حالا امکان داره شما خیلی نپسندین یا شما روش خودتون داشته باشید، ولی من بیشتر نشون شما میدم که ببینین که چجوری من کار میکنم. خیلی راحت این روش هستش و خیلی اذیت نمیکنه. وسیلی که اینجا هستش یه ظرفی بشته برای بچه مایی، حالا بهتون نشون میدم که چجوری استفاده میکنم از این. فیلتر فلاس هستش، در واقع پشمی هستش یا نمیدونم الیافی هستش که توی فیلتر استفاده شده، من خیلی به کارم میاد، حالا بهتون توضیح میدم. توری این بچه، این
اینو قبلا من توی مینتیننس آکواریوم برای شما توضیح دادم. این استنلس استیل هستش، این اسکاچ مخصوص آکواریومه، بسیار خوب هستش، کارایی داره به دلیل که اصلا خش نمیندازه روی شیشه، با هر چقدر فشارم که شما بیارین هیچ خشی نمیندازه. این که میدونیم مال فیلتر، رو بهتون نشون میدم کارش چیه. اون پرایم هستش، محصول سیکم، ضد کلوره، همیشه استفاده میکنم، یه مقدار خیلی کمش کافی هستش. این یه ظرف مستطیل شکلیه که در داره، درش هم اونجاست. تمام این وسایلی که اینجا میبینیم میره داخل این و میره توی انباری، خیلی فضای زیادی رو اینا نمیگیرن. شلنگ اولی که برای تمیز کردن خود آکواریوم ازش استفاده میکنم، این شلنگی که از ظرفشویی در واقع میاد توی این باکت، حالا بهتون باز نشون میدم که چیکار میکنه، و اون شلنگ نهایی هستش که آب رو به در واقع فاضلاب میبره و یه پمپ داره. حالا اینا رو نصب میکنم به شما میگم که چجوری استفاده میشه. خب دوستان، قبل از هر چیزی سعی میکنم که پمپ در واقع فیلتر آب رو خاموش بکنم که به همراه خودش آب گرم کن هم خاموش میشه، هیتر هم خاموش میشه. مراقب باشید که اون هیتر روشن نمونه، موقعی که آب میاد پایین به سرعت اون شیشه رویش میشکنه به دلیل که خیلی داغ میشه. این نوری که براتون توضیح دادم که خیلی خوب هستش، به همین دلیل، به دلیل اینکه وقتی که من میخوام دست تو آکواریوم بکنم، این مزاحم کار من نیست، در این حال نور هم هستش که من بتونم کارمو درست انجام بدم. خب دوستان، امیدوارم که فوکوس دوربین خوب باشه، بتونه اون چیزایی رو که من میخوام برای شما بگیره. من این موضوع رو توی بحث تمیز کردن آکواریوم توضیح دادم، اگر اون مبحث رو ندیدین حتما لطفا روی این لینک بالا کلیک بکنین و نگاه کنین ببینین که من این دست چیکار میکنم. همیشه اینو آب رو قطع میکنه، با پپت اینو میزنم و سعی میکنم که روی سطح شن ها رو تمیز بکنم. بچه اینجوری که توی ویدیوی قبلی شاید توضیح دادم براتون، اینا کورال هست، اینا در واقع مرجان هستن، خورده های مرجان هستن، برای تانک گوپی ها بسیار مفیدن به دلیل اینکه سرشار از کلسیوم هن و تو آب حل میشن و این کلسیوم ها باعث میشه که مخصوصا ماده ها برای بچه گذاشتن و تشکیل پوسته تخم توی بدنشون خیلی از این کلسیوم استفاده میکنن و به دلیل اینکه مرتب در حال زنده زایی هستن در واقع کپی های ماده، خیلی کلسیوم، مقدار زیاد کلسیوم برشون مفیده که این مرجان های دریایی اون رو در واقع تعمیم میکنن. از یادتون باشه حتما استفاده کنید. خب دوستان، من یه سه هولوش 80% آب رو خارج کردم از آکواریوم. این مرحله ای هستش که من اگه بخوام کوتاهی انجام بدم و جابجایی انجام بدم برای گیاها، مخصوصا خزه ها رو اگه بخوام بچینم، توی این مرحله انجام میدم که وارد آب نشن، چون همونجوری که اول ویدیو دیدین سریعا یه جای دیگه شروع میکنن به رشد کردن و این باعث میشه که مواد مغذی توی آب رو بیش از اندازه جذب میکنن، به گیاهایی که من میخوام نمیرسه. مثلا اگه اینجا نگاه بکنین، حتی برگ زرد به قول من قدیمی هم که باشه، من اینجوری میکشم بیرون، خیلی اوقات اینا رو ول میکنم برای اینکه غذای خوبی برای حلزونا هستش. بچه‌ها، این زمان بهترین زمان برای تمیز کردن در واقع سطح بالایی آکواریوم هستش. رسوبات آب رو کامل تمیز بکنید، همونجوری که نشونتون دادم، اسفنج مخصوصی که خش نمیندازه به شیشه آکواریوم بهترین کار انجام میده. سعی میکنم که تمرکز زیادی روی گوشه‌ها داشته باشم و کامل اون سطح بالا رو تمیز بکنم. خب ظرف آب کامل پر شده،
و همونجوری که میبینین آماده است که من پمپ رو روشن بکنم و خالی بشه توی دستشویی. سعی کنید آکواریومتون رو همیشه جایی قرار بدین که به در واقع جایی که میخواین تخلیه بکنین نزدیک باشه. شما میبینین که من خیلی فاصله ندارم از دستشویی و فقط کافیه که دکمه پمپ رو بزنم و این ظرف کامل خالی بشه. خب این کاری که میکنم یه چیز هولوش شاید 3 تا 4 دقیقه طول میکشه تا اون خالی بشه و وقتی خالی شد تمیزش میکنم، برش میگردونم. همون شلنگ رو اگه نگاه بکنین در واقع اینلت ورودی آکواریوم رو بهش نصب میکنم. اینجا شیر آشپزخونه است که میبینین با یه کانکتوری که بسیار کارایی داره برای من، این رو وصل میکنم به شیر آشپزخونه بدون اینکه ریزش آبی داشته باشم، اینکه نشتی داشته باشم. قشنگ اینجا پیچ میشه و به خاطر اینکه لاستیکی هستش صدمه ای به اون شیرم وارد نمیکنه و در این حال خیلی راحت شلنگ که آب تمیز میخوام وارد اون ظرف بکنم راحت بهش وصل میشه. خب اینجا میبینین که آب وارد ظرف در واقع پلاستیکی میشه دوباره و به خاطر اینکه تمام در واقع کلورش اینجا از بین میره محلول میزنم و کامل محلول رو با آب مخلوط میکنم و این آب کاملا درجه حرارتش تنظیم با آب آکواریوم هستش و موقعی که پر میشه به راحتی دوباره پمپ رو روشن میکنم بدون اینکه بخوام آبریزی داشته باشم، بدون اینکه بخوام استرس برای ماهی ها ایجاد بکنم. فقط دکمه پمپ رو میزنم و اونجا میبینیم فلاس فیلتر اون زیر هستش که حتی شن ها به هم ریخته نمیشه و اونجور که میبینین آبی که سالم هستش هم دما هستش با آب آکواریوم وارد آکواریوم میشه بدون اینکه ماهی ها بهشون استرسی وارد بشه. خب بچه ماهی ها تانکشون و اون مخزنشون کنارش جلبک قهوه‌ای داره، همونجوری که گفتم نشانه خوبی هستش. این جلبک نشون دهنده اکوسیستم سالمه. بازم این رو با فیلتر فلاس تمیز میکنم به دلیل اینکه نرم هستش و به دلیل اینکه این مخزن پلاستیکی هستش خشی روش نمیافته و این کار هم بیشتر از 2 دقیقه زمان نمیبره. همونجوری که میبینین مخزن آب بچه ماهی ها کاملا تمیز و کریستالی شده، توش حتما یه پمپ هوا هستش به دلیل اینکه کمبود اکسیژن اونجا هستش. بچه فراموش نکنین که این کارو بکنین. توش اگه میتونین حتما خزه بذارین برای احساس امنیت بچه‌ها خیلی خوب هست. همونجوری که میبینید ماهی‌ها هیچ استرسی بهشون وارد نشده، هیچ ماهی در واقع گوشه آکواریوم حالت ترس نداره. ماهی‌ها به شنای خودشون ادامه میدن، دارن دنبال غذا میگردن، دارن در واقع فعالیت نرمال خودشون رو انجام میدن و در نهایت هم که من با یک میگوی آرتمیای خوشمزه من به اونا جایزه میدم که بچه های خیلی خوبی بودن. خب دوستان عزیز الان وقت چیه؟ وقت نوشیدن یه چایه یا وقت نوشیدن یک کافیه اگر موقع مناسبی هست براش و لذت بردن از یه محیط طبیعی توی خونمون. همونجوری که همیشه گفتم قاعده کلی داشتن یه همچین باکس جادویی گرفتن انرژیه و فراموش کردن تمام استرس هاست، فراموش کردن تمام انرژی های منفی هستش که باعث میشه که ما اون در واقع دلیل اصلی که به خاطرش روی این کره زمین هستیم رو فراموش بکنیم. این یکی از اون دلایل این هستش که ما داریم توی این دنیا زندگی میکنیم و کانکت شدن و اتچ شدن و کلن ارتباط نزدیک با طبیعت توی زندگی ما خیلی کمک خواهد کرد. این ویدیو هم تموم شد. من سعی کردم که یک جورایی آپدیتی باشه از کاری که قبلا انجام دادم و در این حال هم روش تمیز کردنش رو برای شما توضیح داده باشم و امیدوارم به کارتون بیاد. لطفا اگر سابسکرایب نکردین کانال ما رو حتما این کارو بکنین و ما رو در ساختن ویدیوهای بعدی حتما همراهی بکنید.
امیدوارم هر جای دنیا که هستین سالم و خوب و سر حال مثبت پر انرژی باشین. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.